سلام، من کریس پرس هستم و به برنامه 25 ثانیه خوش آمدید، جایی که کانون بحث داغ با خبرسازان است سر خط خبرها. اینها صحنه‌های بسیار تاثیرگذار هستند. روزانه هزاران نفر برای نجات جان خود وارد اروپا می‌شوند یا در این راه جانشان را از دست می‌دهند. برخی از مقامات رسمی میگویند که مرزهای باز داخل اروپا که بر اساس پیمان شنگن شکل گرفته بود، همراه با توافقنامه دوبلین در مورد روند ورود مهاجران از هم پاشیده. برخی هم اعتراض میکنند که اروپا به اندازه کافی تلاش نکرده تا به قربانیان مناقشاتی کمک کند که اتحادی اروپا و بقیه جامعه بین المللی نتوانستند به آن پایان دهند. در جلسات اضطراری رهبران اروپایی تلاش میکنند تا در مورد اقداماتی جدید توافق کنند، اما آیا همه اینها بسیار کم و دیر هنگام رخ نمیدهد؟ در این برنامه از پارلمان اروپا در بروکسل مهمانان ما عبارتند از جان فریدریکسن، نماینده اروپای غربی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اسکا کلر، معاون ائتلاف سبزها و اروپای آزاد در پارلمان اروپا، ری فینچ، نماینده ائتلاف دموکراسی آزاد در اروپا و حزب یوکیپ که از منتقدان اتحادیه اروپا است. همگی خوش آمدید. اجازه بدهید با سوالی از ری آغاز کنم. آیا توافق شنگن محکوم به شکست است؟ بله، خیلی واضح است. همچون همیشه وقتی فشارها بر روی امری به این حد بیهوده که به شکلی بد هم اجرا شده است متمرکز می شود، خب دوام نمی آورد و از بین می رود. بسیار خوب، شاید علاوه بر این بیشتر مسئله همبستگی هم وجود دارد. اسکا، شما چه فکر میکنید؟ شنگن قلب معنای اروپا برای مردم است. ایده این که بتوانیم آزادانه سفر کنیم و بر مرزها چیره شویم. اشتباه بزرگی خواهد بود که این امر را زیر سوال ببریم. آنچه واقعا زیر سوال رفته توافق دوبلین است که میگوید یک آواره باید درخواست پناهندگی کند. زیر این مسئله بسیار روشن است که ما نمیتوانیم مسئولیت درخواست‌های زیاد پناهندگی را به کشورهای مرزی واگذار کنیم. جان، شما از بیرون چطور به این مسئله نگاه میکنید؟ فکر میکنم اندکی برای حرف زدن از سناریوی شکست زود است. در اتحادیه اروپا تنش وجود دارد، اما باید به این امر کلی تر بنگریم. تعداد پناهجویانی که امسال وارد اروپا میشوند معادل یک نفر در مقابل هر 1000 شهروند اروپایی است. در کشوری همچون لبنان شما با یک پناهجو در برابر هر 3 شهروند روبرو هستید. در نتیجه در این چارچوب این بحرانی قابل مدیریت است و نیاز به همبستگی میان کشورهای عضو دارد. از نظر درصد بله، اما از نظر تعداد ما در مورد ارقام بزرگی صحبت می‌کنیم. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، در تلاش است تا کشورها را مجاب اسکان 120,000 نفر کند. این تنها بخش کوچکی از آنهاست. اسکا، ما چگونه کشورها را راضی به موافقت با این امر می‌کنیم؟ در این مورد مشکل همبستگی وجود دارد. با اینکه تمام این کشورها در زمان عضویت اتحادیه اروپا با این امر موافقت کردند، اما بسیاری از آنها مایل به کمک به پناهجویان نیستند. این مشکل ساز است، زیرا حق درخواست پناهندگی یکی از اساسی ترین حقایی است که ما در اتحادیه اروپا داریم. بسیار خوب، ری، چگونه به روحیه همبستگی میتوان رسید؟ هیچ همبستگی وجود نخواهد داشت. آنگلا مرکل یک بار گفت درها باز است. 3 میلیارد نفر در جهان با کمتر از 3 دلار در روز زندگی میکنند. اگر شما یکی از آن افراد باشید، با خودتان میگویید به اروپا میروم. در نتیجه این تنها مربوط به 120 یا 160 هزار نفر نمیشود. مسئله در مورد تعداد کلی و کشورهای مرزی اتحادیه اروپا اینک دریافتند که به همین دلیل این مسئله محکوم به شکست است. جان، چگونه کشورهای اروپای شرقی با مشکلات اقتصادی را راضی می‌کنید که پناهجویان را بپذیرند؟ به نظرم ما باید به کشورهایی نگاه کنیم که لزوماً در سناریوی جابجایی پناهجویان مشارکت ندارند. در سناریوی جابجایی آنها پناهجویان کمتری از آنچه اکنون می‌پذیرند خواهند پذیرفت. در نتیجه باید به آرام کردن لحن‌ها و سخن نگفتن از محکومیت به شکست توجه کرد. باید بر روی اقدامات عملی که می‌توان بر اساس آن بحران را حل کرد متمرکز شد. امری که ما قادر به انجام آن هستیم. بسیار خوب، اسکا، چگونه رأی دهندگان را مجاب پذیرش این مسئله می‌کنید؟ در عمل آنچه شاهدش هستیم این است که رأی دهنده عادی در اروپا در حال مجاب کردن دولتش است. ما شاهد موج عظیمی از همبستگی نسبت به پناهجویان از جانب شهروندان بودیم. همین همبستگی را مایلم از رهبران کشورها و از دولت‌ها هم ببینم. آنها شکست خوردند، اما توسط شهروندانشان تشویق می‌شوند که به این راه ادامه دهند. به نظرم این مسئله مثبتی است که مردم زیادی می‌گویند یک پناهجو فردی مثل من و شماست و نمی‌گذاریم که آنها در خیابان بخوابند.
ری شما شاهد برخورد منفی از طرف رای دهندگان خواهید بود، اینطور نیست؟ مسئله پناهندگان نیست، مسئله مهاجران است. اکثریت چشمگیری از مهاجران به گفته رئیس فرونتکس به دلایل اقتصادی به اروپا می آیند. آنها گذرنامه‌هایشان را دور می اندازند. انجمن مطبوعات گزارش کرده که بنابر مشاهداتش گذرنامه‌ها پراکنده می شوند و تنها چیزی که شما نیاز دارید این است که به مرز اروپا بیایید و بگویید من اهل سوریه هستم. جان، در مورد استدلال های پوپولیست ها که میگویند در میان این پناهجویان تروریست وجود دارد، نظرتان چیست؟ با در نظر گرفتن آنچه مردم برای رسیدن به اروپا از سر میگذرانند، به نظرم این راهی نیست که شما برای رسیدن به اروپا و یا آمریکای شمالی انتخاب کنید. مسئله اینجاست که موانعی در سازوکار کشورهای عضو برای حل مسئله وجود دارد. بار دیگر تکرار میکنم که این بحرانی قابل مدیریت است. مسئله بحران پناهجویی است و 50% آنها اهل سوریه هستند و این امر مهمی است که باید در نظر داشت. 50% دیگر از کجا می آیند؟ تنها 50% هم نیستند. رئیس جمهور اسلوواکی گفته است که 95% آنها مهاجران اقتصادی هستند و جلوی برخی هم در مرز در حالی گرفته شده که تبلیغات داعش و ویدیوهای گردن زدن را به همراه داشتند. شما چه می کنید؟ آیا مرزها را بر روی گروه داعش باز می کنید و می گویید بفرمایید؟ به نظرم مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که مردم بیشتر از اروپا به عراق و سوریه می روند تا همراه گروه داعش به جنگ بپردازند. این به نظرم مشکل اصلی است. به عقیده من اتحادیه اروپا اتحادیه است که بر اساس صلح و آزادی و حقوق بشر بنا شده. ما باید جوهره آنچه را که به خاطرش اینجا هستیم حفظ کنیم و در این حال می‌خواهیم به مردمی که محتاج هستند و در دریای مدیترانه جان می‌بازند کمک کنیم. به خود حوزه مناقشه بپردازیم. فشارهایی برای انجام حملات هوایی بر ضد گروه داعش وجود دارد. جان، آیا فکر می‌کنید این هم واقعا مسئله را حل می‌کند؟ فکر میکنم که جامعه بین المللی به وضوح باید به این امر توجه کند و خود بحران را در نظر بگیرد. نه تنها سوریه، بلکه در کشورهای دیگر همچون افغانستان، اریتره و عراق که مردم از آنجا مهاجرت میکنند، باید به راه حل‌های محلی توجه شود. مردم علاقه‌ای به پناهجو شدن ندارند. آیا شما از حملات هوایی حمایت میکنید؟ هرگز نکرده و هرگز نخواهم کرد. مشکل ما این است که افرادی که از حملات هوایی علیه داعش در سوریه حمایت میکنند، همانهایی هستند که 2 سال پیش خواستار حملات هوایی علیه رئیس جمهور سوریه شده بودند. به کجا میروید و چه میکنید؟ آیا به دخالت در تصمیمات یک کشور مستقل ادامه میدهیم یا اینکه میگوییم که مشکلات خودتان را حل کنید و ما تا بتوانیم به شما کمک میکنیم؟ جامعه بین المللی در حل این مشکل شکست خورده. اسکا، شما در این مورد چه میکنید؟ مردم اکنون دقیقاً در حال فرار از دست گروه داعش هستند و ما با آنها میگوییم که شما تروریستید. این خیلی عجیب است. آنها همچنان در حال فرار از بمباران‌های بشار اسد هستند. واقعاً در این مورد با مشکل روبرو هستیم. تا وقتی که جنگ تمام نشده و یک راه حل سیاسی دائم پیدا نشده است، مردم نمیتوانند به کشورشان بازگردند یا در آن نزدیکی باشند. این مناقشه بزرگ است و این مسئله بسیار مهم است که اکنون اتحادیه اروپا از نظر دیپلماتیک در این امر پیشگام شده. واقعاً امیدوارم که موفقیت آمیز باشد. چرا عربستان سعودی این افراد را نمی‌پذیرد؟ عربستان سعودی و کویت گفتند که به دلیل فعالیت‌های تروریستی تمایلی به پذیرش این پناهجویان که از سوریه می‌آیند ندارند. آنها آگاه‌تر از ما هستند. جان، شما چه فکر می‌کنید؟ جامعه بین‌المللی باید این مشکل را ریشه‌ای حل کند و باید از مردم در منطقه حمایت کند تا آنهایی که امکانش هست به شکل آبرومندانه از کمک‌های انسان دوستانه برخوردار شوند. هیچ کدام از این اتفاقات به نظر نمی‌رسد که در حال رخ دادن باشد و این بخش غمگین ماجراست. بسیاری از این مهاجران مهاجران اقتصادی هستند. آیا اتحادیه اروپا نباید اقدامات بیشتری برای توسعه دهی انجام دهد تا آنها در کشور خود باقی بمانند؟ خب، مهاجران دارن میآیند. آنها از جنگ و آزار و اذیت فرار میکنند. مردم بسیاری هم هستند که با شرایط اقتصادی دشواری در مناطق مختلف جهان روبرو هستند. اتحادیه اروپا به اندازه کافی تلاش نمیکند، زیرا ما با اینکه کمکهای توسعه بخشی انجام میدهیم، اما سیاستهایی در امور تجاری، شیلات و کشاورزی داریم که این کشورها را فقیرتر میکند. در این زمینه جای کار وجود دارد و از طرف دیگر من هرگز به عربستان سعودی به عنوان یک الگو در زمینه حقوق بشر نگاه نکردم و جالب است که حزب استقلال بریتانیا این کار را انجام میدهد. ری، شما سرتان را تکان می‌دهید. همانطور که اسکا گفت، سیاست‌های اتحادیه اروپا متمرکز بر خواسته‌های خود و استعمارگرایانه است. من به عنوان سخنگوی حزب استقلال بریتانیا در امور شیلات می‌گویم که سیاست مشترک در امور شیلات باعث بی‌نظمی زیادی در جهان سوم می‌شود و اتحادیه اروپا باید این امر را به سرعت متوقف کند. متشکرم ری. این برنامه به پایان رسید. مایلم که از مهمانان برنامه تشکر کنم. جان فریدریکسون، اسکا کلر و ری فیچ. من کریس پرنس هستم و تا برنامه آینده ممنون که ما را دنبال می‌کنید.